حسن روحانی در سخنانی به تازگی گفته کوچک شدن سفره های مردم مهم نیست مهم این است که دشمن بفهمد مردم با وجود کوچک شدن سفره هایشان دست از نظام بر نمی دارند و به حاکمان اصلی خودشان اعتماد دارند به راستی مردم چرا باید از نظامی حمایت کنند که سفره هایشان را کوچکتر کرده مگر وظیفه دولت چیزی به غیر از رفاه حال مردم کشورش است دشمنی با بزرگترین اقتصاد دنیا در بهترین شرایط تحریم اقتصادی و در بدترین شکل ممکن جنگ است چرا حاکمان ایران نتوانستند مشکل چهل ساله خود را با آمریکا حل کنند شما میگید که چرا حاکمان نتوانستند مشکلات خود را با امریکا و منطقه این اصلا نمیخوان حل بکنن اصلا جزء استراتژیشونه نابودی امریکا و نابودی اسرائیل و تشکیل یک حکومت واحد شیعه دوازه امامی به مدل ایران توجه میکنید به همین دلیل اینا حتی از تاریخ هم درس نگرفتن اولا بگذاریم از این چهل سال دشمنی که داشتن با امریکا و با اسرائیل فاکت ها رو ما نگاه کنیم امریکا موقعیتش با تمام دشمنی که جمهوری اسلامی در چهل سال کرده با امریکا و با اسرائیل موقعیت امریکا الان نسبت به چهار سال پیش صد برابر در منطقه بهتر شده نگاه بکنید که به دور تا دور ایران از خلیج فارس تا عراق تا ترکیه آذربایجان تاجیکستان تا افغانستان همه جا امریکایی با پایگاه هاشون نشستن قبلا چل سال بیش همچین چیزی وجود نداشت نگاه بکنید به موقعیت اسرائیل که در اثر سیاست های جمهوری اسلامی چیزی رو که کسی فکر نمی کرد که تمام دنیای اسلام و عرب بروند با اسرائیل علیه جمهوری ایران بشوند این اتفاق افتاده است در حالتی که قبل از انقلاب هم اسرائیل و هم امریکا دوست ایران بودند و به درستی دوست ایران بودند. این که مردم گرسنگی بکشن تا دنیا بفهمد که اونطوری که آقای روحانی میگه که چقدر طرفدار ما هستن لزومی نداره مردم گرسنگی بکشن تا دنیا بفهمد شما انتخابات رو آزاد بکنید تمام دنیا خواهند دید که مردم طرفدار شما هستند یا نیستند من در ادامه صحبت های آقای دستمالچی همین موضوع رو مطرح بکنم که اولا رئیس دولتی میتونه از جانب مردم و از کیسه مردم حرف بزنه و ببخشه که در یک انتخابات واقعا آزاد و منطبق بر به صلاح اصولی که در همه جای دنیا از انتخابات به عنوان یکی از ابزار دموکراسی استفاده میشه انتخاب شده باشه در ایران نه ایشون و نه رئیس جمهورای دیگه و نه هر کدوم از نهادهای انتخابات انتخابی دیگه از جمله پارلمان در طی چنین انتخاباتی نتیجه چنین انتخاباتی نیست بنابراین این حرفایی که ایشون میزنه از جانب خودش میزنه و از طرف دیگه دشمنی با آمریکا همونطور که آقای چی گفتن در جزء به بنیادهای فکری اینها هست و این هم که گاهی برای به مسئله اتمی یا مسئله موشکی یا مسائل تحریم ها بحث مذاکره پیش میاد برای این نیست که این دشمنی به یک دوستی و یا حتی به یک رابطه عادی تبدیل بشه برای این هستش که اون منابعی که بر اثر این دشمنی از اینها دریغ شده و یا از دست دادن اون منابع رو دوباره بتونن به یه شکل دیگه ای به دست بیارن تا به اون دشمنی دوباره ادامه بدن به شکل دیگری برای من اصلا قابل تصور نیست که روزی نظام جمهوری اسلامی با این ساختاری که داره و با این افرادی که داره حتی از در روابط عادی با آمریکا در بیاد اسرائیل که اصلا به جای خودش اصلا چنین چیزی امکان نداره علی رغم زد و پیدا و پنهانی که ممکنه با هر دو کشور اینها داشته باشند و ببینید تا آقای روحانی که تو این هفته اخیر سنگ تموم گذاشت این یه دو سه روز قبل از اینکه این صحبت ها رو بکنه گفته بودش که اگر ایران بمباران هم بشه ما تسلیم آمریکا نمیشیم و اینها یعنی واقعا داره مردم ایران رو قربانی نگاه افراطی ضد بشری و ضد جهانی جمهوری اسلامی میکنه خب دلیلش هم ماهیت جمهوری اسلامیه واقعا به خاطر اینکه اینها هستن به ایران به چشم یه قنیمت جنگی نگاه میکنن یه سرزمین اشغال شده ای هستش که مردمش زنان و مردانش بردگان و کنیزان جمهوری اسلامی هستن همین که حالا ما بهشون حق حیات میدیم بعد خوشحالم باشن و افتخار بکنن ببینید این جمهوری اسلامی یک رژیم تا بون دندان فاسد مافیایی هستش دیکتاتوری هستش و ناکارآمد هستش یعنی این مشخصات کلی جمهوری اسلامی هستش از هر حکومتی هم در دنیا از هر حکومت پلیدی در دنیا بدترین قسمتش رو انتخاب کرده و به خودش الساخ کرده مثلا از چین سانسور و اقتصاد بستش رو گرفته از شوروی حالا روسیه حکومت پلیسی و مافیایی رو گرفته از عربستان سعودی قوانین عصر هجریش رو گرفته از سودان و مثلا عمان و این کشورها حکومت فردیش رو گرفته از یمن و افغانستان و اینها هم که بی و ناکارآمدی رو گرفته ببینید فقط چیزی که هستش از دوم خورداد یک باندی بود در جمهوری اسلامی باند اصلاح طلب اینها یه وظیفه ای داشتن که اولا این تباهی رو بزک بکنن پیش چشم مردم دو آستانه تحمل جامعه رو در برابر این وضعیت بالا ببرن و در آخر هم یه دروغی رو به دنیا بفروشند که این جمهوری اسلامی نظام دو قطبی هستش نظام نوربال شما اگر به قدرت گرفتن ما اصلاح طلب ها معتدلان در درون این سیستم کمک نکنید این میشه نظام تب... یعنی در واقع اهدا میشه به اون باند تندرو مثلا به اون باند استبدادی و دیگه شما کنترلی روی این شرایط ندارید الان شرایط به خاطر فشارهای آمریکا به جای رسیده که جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه که به کدوم سمت بره آیا این نزاع ابدی رو نزایی که همیشه بوده در این چهرسا رو ادامه بده با جامعه جهانی یا به سمت مردم برگرده صحبت های آقای روحانی به روشنی نشون میده که جمهوری اسلامی تصمیمش این هستش که این نظار رو ادامه بده و مردم ایران رو قربانی همین سیاست خودش بکنه صحبت از اقتصاد که میکنیم صحبت از یک علم فنه، صحبت از میدونیم اینها حالا حسن روحانی آقای روحانی بگیریم تا برگردیم به بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی که اقتصاد رو به شکل دیگه ای تعریف میکنه اینها امور مملکت داری افتاده دست کسانی که اساسا نمیدونن مملکت داری رو چگونه باید انجام داد یعنی به همون شیوهی که در حوزه علمیه حتی سالهای خیلی قبلتر از انقلاب اسلامی در ایران این حوزه علمیه رو اداره میکردن یه سیستم دفتری کاملا کاملا بلوشوه یعنی هیچ وقت اینا حساب کتاب به کسی پس ندادن و همینشم هم خمس و زکات و وجوهاتی که میگرفتن به هر شکلی که میخواستن هزینه میکردن بعد از رویداد 57 هم که میبینیم به فتوای آقای خمینی مثلا استان قصر اساسا از پرداخت مالیات معاف میشه در صورتی که اون مالیات قبل از این قبل از پنجاب هزینه آموزش پرورش ایران میشد حداقل و این به همین شکل اینها دارن مملکت داری میکنن و همونطور که شما گفتین هر در یه هفته میبینیم زد و نقیز میان هر حرفی که میخوان چه راجع به اقتصاد چه راجع به سیاست میزنن فقط بخوایم یه نگاه کوتاه بکنیم تو همین هفته ای که گذشت دیروز تا دانش آموز در بهار افتادن توی چاه آب فقط به خاطر اینکه میخواستن از اونجا آب بردارن و این شرایط کشورمونه در جایی که باید الان یکی از ثروتمندترین بخش های ایران باشه در کرانه خلیج فارس تنگه هرمز از یه طرف میبینیم مثلا رشد قد در ایران رشد وقتی که نشون میده که مثلا رشد مردم قدشون پایین تر اومده برمیگردیم میبینیم چهار دهه قبل از انقلاب اسلامی در ایران رشد قد مردم ده برابر بوده این نکاتی هستش که نشون میده که اینا در تمام زوایای خساراتی به جامعه ایران زدن که من نمیدونم چطوری میشه اینا رو حالا جبران کرد و واقعا خیلی تاسف برانگیزه سرمایه های مردم الان در سال گذشته ببینین تجارت یه طرفه وجود داره همینجور داره خارج میشه و آماری که میدن دونیم برابر فقط در یک سال گذشته مسکن خریداری شده در ترکیه همه اینها نشانگر یک اقتصاد ورشکسته است چون کسانی کشور رو گرفتن دستشون که هیچ شایسته سالاری درشون وجود نداره من وقتی این صحبت های آقای روحانی رو شنیدم واقعا احساس شرم کردم یعنی وقاحت به مرحله ای می میرسه که میگه از سفره خودتون بکایید کم کنید و بذارید ما حکومت کنیم حکومت بکنید که چی بشه کجا رو میخواستید بگیرید که نگرفتید اگر اگر نگرفتید باید مسئول باشید جواب پس بدید این رفع مسئولیت و این پافشاری بر بر دشمنی با یک کشوری به نام آمریکا که ما چه بخوایم چه نخوایم چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم بزرگترین اقتصاد دنیاست به نظر من به نظر من در شرایطی که آمریکا داره به دنیا میگه به دنیا نمیگه با ایران معامله نکنید اینو من دیدم گاهی مسئولین سعی میکنن مسئولین جمهوری اسلامی سعی میکنن اینو جا بندازن که به دنیا اجازه نمیده با ما نه میگه برید با ایران معامله بکنید اما اگر کردید با من معامله نکنید این نشون میده که از پوزیش از اون موقعیت اقتصادی قوی خودش داره با ایران معامله میکنه مسئله جنگ یا تحریم اگر کسی میگه تحریم باشه تحریم بشه که جنگ نشه خب این از دو تا آپشن داره از دو تا گزینه خودش استفاده میتونه بکنه چهل سال جنگ رو هیچ وقت استفاده نکرده همین امروز هم میگه استفاده نمیکنیم اما تحریم اقتصادی بر اساس قدرت اقتصادی خودش داره با ما با با ما مبارزه میکنه چه ما بخوایم چه نخوایم آمریکا قدرت شماره یک دنیا از نظر اقتصادیه